این همه ناشی از انقلاب ایدئولوژیکی مریم رهایی در درون این سازمان می باشد که باطل و سحر همه توطئه‌های ارتجاع و نیروی تروریستی قدس و گشتاپوی آخوندها در عراق و دیگر کشورهای جهان علیه مجاهدین است. به خصوص که رژیم آخوندی 7 سال پیش در قضایای 17 ژوئن در فرانسه نیز به چشم دیده است که به قول خودش قطع سر و بدنه نتیجه معکوس می دهد و به یاری هموطنانمان در سراسر جهان و آخوندها و پشتیبانان و مزدوران آنها را بر جای خود میخکوب می کند. رهبر مقاومت 7 سال پیش قبل از شروع جنگ در عراق در اسفند 1381 گفت هیچ کس بیش از ما به خطراتی که از هر سو ما را در برگرفته احاطه و اشراف ندارد، اما عزم جزم کرده ایم تا اگر زمانه 100 بار از این هم خطیرتر و پرفتنه تر باشد، با تعصیب پیشوای آرمانی من درس‌های جدیدی از مقاومت و ایستادگی عرضه کنیم. ارتش آزادی بخش این سرمایه عظیم ملت ایران چون کوه استوار و سرفراز ایستاده است. بار خدایا این قهرمانان و این پاکبازان را در کنف حمایت خود بگیر، آنها را هر روز شکوفاتر و پرقدرتتر کن. آنان که به تبعیت از پیشوا و فرمانده تاریخیشان حسین ابن علی در کشاکش‌ها، در مهنت‌ها، در ابتلاعات و در آزمایشات مشتاق‌تر، جانانه‌تر، دستفشان، پاکوبان و غزلخوانان در آستان حسین و علی فرود می آیند. بار خدایا چنان کن که در میان شر و بدی به رغم خواب و خیال آخوندها بتوانند خیر عظیم بدروند.